سلام به شما همراهان کانال چتر سفید. خوشحال میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. با ما همراه باشید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپلئون هیل. قسمت 13. ده علت اصلی شکست در رهبری. اکنون به خطاها و کاستی‌های عمده رهبرانی می‌رسیم که ناموفق هستند، چون به همان اندازه که لازم است بدانیم چه کاری نباید انجام دهیم، مهم است بدانیم چه کاری باید انجام دهیم. 1. ناتوانی در سازماندهی جزئیات. رهبری کارآمد مستلزم توانایی سازماندهی و تسلط بر جزئیات است. هیچ رهبر واقعی آنقدر پرمشغله نیست که نتواند هر کاری در سمت رهبری از او خواسته می شود انجام دهد. وقتی شخصی چه رهبر و چه پیرو می پذیرد آنقدر پرمشغله است که نمی تواند برنامه هایش را تغییر دهد یا به هر موقعیت اضطراری توجه کند، در واقع به ناکارآمدیش اعتراف می کند. رهبر موفق باید به تمام جزئیات وابسته به موقعیت و سمتش مسلط باشد. البته به این معناست که باید به واگذار کردن جزئیات به دستیاران لایق و توانا عادت کند. 2. بیمیلی به ارائه خدمات فروتنانه. به راستی رهبران بزرگ مایلند وقتی موقعیتی ایجاب می کند، هر کاری که از دیگری خواستند او انجام دهد. بزرگترین شما خادم و ارادتمند همه خواهد بود. این شعار حقیقتی است که همه رهبران قابل و توانا توجه و رعایت می کنند. 3. انتظار دستمزد برای دانستنشان، نه برای عملی کردن آنچه می دانند. دنیا در ازای آنچه انسانها می دانند بهایی پرداخت نمی کند، بلکه پرداختهایش برای کاری است که خودشان انجام می دهند یا دیگران را وادار به انجامش می کنند. 4. ترس از رقابت با پیروان. رهبری که می ترسد یکی از پیروانش جای او را بگیرد، در واقع مطمئن است دیر یا زود این ترس به واقعیت تبدیل می شود. رهبر ماهر و توانا به دلخواه خودش به کارکنان ذخیره‌ای که ممکن است بتوانند نماینده او شوند، جزئیات شغلش را آموزش می دهد. فقط در این صورت ممکن است که یک رهبر کارش را تکثیر و خودش را آماده کند تا در مکانهای زیادی حضور یابد و همزمان به امور زیادی توجه کند. این حقیقتی جاودانه است که انسانها وقتی با تلاش خودشان پولی به دست می‌آورند، برای تواناییشان در واداشتن دیگران به انجام کار حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. ممکن است یک رهبر کارآمد با دانش شغلی و جذبه شخصیتش کارایی دیگران را تا حد زیادی افزایش دهد و آنها را وادارد خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهند نسبت به وقتی که بدون کمک او خدمات رسانی می کنند. 5. فقدان تخیل. بدون قدرت تخیل، رهبر قادر نیست با موقعیت‌های اضطراری مواجه شود. همچنین طرح‌هایی بسازد که با آنها پیروانش را به طور کارآمدی هدایت کند. 6. خودخواهی. رهبری که ادعا می‌کند همه افتخار کار پیروانش به او تعلق دارد، مطمئناً با رنجش و دلخوری آنها مواجه می‌شود. رهبر بزرگ و برجسته ادعای هیچ افتخاری برای خودش نمی‌کند. او راضی است افتخارات موجود را به پیروانش نسبت دهد، چون می‌داند بیشتر افراد برای تقدیر و تحسین سخت در کار می‌کنند تا فقط برای پول. 7. بی‌اعتدالی. پیروان به یک رهبر مفرط و بی‌اعتدال احترام نمی‌گذارند. به علاوه بی‌اعتدالی در هر شکلش باعث ناامیدی بردباری و پایداری کسانی است که در آن زیاده روی می‌کنند. 8. خیانت. شاید این مورد باید در رأس فهرست قرار داده می شد. رهبری که به اعتماد دستیارانش، افراد مافوق و افراد زیر دست خود خیانت می کند، نمی تواند رهبریش را برای مدت زیادی حفظ کند.
خیانت فرد را کاملا بی ارزش نشان می دهد و همانقدر که لایقش است تحقیر و بی حرمتش می کند. بی وفایی یکی از علل عمده شکست در هر گام زندگی است. 9. تأکید بر سلطه‌جویی رهبر. رهبر کارآمد با تشویق و دلگرمی رهبری می کند. او سعی نمی کند ترس را به قلب پیروانش القا کند. رهبری که سعی می کند با سلطه‌جویی بر پیروانش تأثیر بگذارد در رده رهبران با اجبار قرار می گیرد. یک رهبر واقعی نیاز نخواهد داشت آن حقیقت را به رخ بکشد. او با رفتارهایش مثل همدردی، درک، انصاف و اثبات اینکه به شغلش آگاه است، میتواند اقتدارش را نشان دهد. 10. تأکید بر لقب و عنوان. رهبر توانا و کارآمد نیازی به لقب و عنوان ندارد تا پیروانش به او احترام بگذارند. کسی که خیلی بر لقب و عنوانش تأکید کند، ویژگی دیگری ندارد که به آن اهمیت بدهد. درهای دفتر رهبر واقعی باز است، آن هم به روی کسانی که مایلند وارد شوند و کار او عاری از هر گونه تشریفات رسمی و تظاهر و خودنمایی است. اینها علل رایج شکست در رهبری هستند. هر یک از این نقص‌ها کافی است تا منجر به شکست شود. اگر رویای رهبری در سر دارید، این فهرست را به دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید این کاستی‌ها را ندارید. برخی از زمینه‌های پرباری که نیازمند رهبری جدید است. توجه شما را به چند زمینه پربار جلب می‌کنیم که افت و زوال رهبری در آنها وجود دارد و ممکن است در آنها فرصت فراوانی برای نوع جدید رهبری یافت شود. اول، مصرانه‌ترین تقاضا برای رهبران جدید در زمینه سیاست وجود دارد. تقاضایی که موقعیتی کمتر از موقعیت اضطراری را نشان نمی‌دهد. اکثر سیاستمداران ظاهراً شیادان قانونی و عالی هستند. آنها مالیات‌ها را افزایش دادند و سازمان‌های صنعت و تجارت را به فساد کشاندند تا مردم دیگر نتوانند آن بار سنگین را تحمل کنند. دوم، تجارت بانکداری دستخوش اصلاحات می‌شود. رهبران در این زمینه اعتماد عموم مردم را از دست دادند. اکنون بانکداران احساس نیاز به اصلاحات می کنند و آن را شروع کردند. سوم، صنعت نیازمند رهبران جدید است. نوع قدیمی رهبران بر حسب تساوی و برابری انسانی و بر اساس سود و پاداش فکر و حرکت می کنند. اگر رهبران آینده می‌خواهند در صنعت دوام آورند، باید خودشان را یک کارمند شبه عمومی بدانند که وظیفه‌اش مدیریت اعتماد است. به طوری که فرد یا گروهی از افراد دچار سختی نشوند. سوء استفاده از کارگران مربوط به گذشته است. کسی که در زمینه تجارت، صنعت و کار رویای رهبری در سر دارد، باید این موضوع را به یاد داشته باشد. 4. رهبر دینی آینده مجبور خواهد شد به نیازهای موقتی پیروانش و حل مشکلات اقتصادی و شخصی فعلی آنها توجه بیشتری داشته باشد. او باید توجه کمتری به گذشته منسوخ و بیهوده و آینده از راه نرسیده آنها کند. 5. در حرفه‌های حقوق، پزشکی و آموزش و پرورش، نوع جدید رهبری و تا حدی رهبران جدید به یک ضرورت تبدیل خواهد شد. به خصوص این مسئله در زمینه آموزش و پرورش صدق می‌کند. رهبر آینده در این زمینه باید روش و ابزار پیدا کند و به افراد آموزش دهد که چطور از علم و دانش آموخته در مدرسه استفاده کنند. او باید بیشتر عمل کند تا نظریه پرداز باشد. 6. در زمینه روزنامه نگاری نیز به رهبران جدیدی نیاز خواهد بود. روزنامه های آینده برای عملکرد موفقشان باید از امتیازات خاص و یارانه تبلیغات رها شوند. آنها باید دست بردارند از تشکیلات تبلیغاتی به نفع افرادی که مشتری همیشگی ستونهای تبلیغاتیشان هستند. روزنامه‌هایی که تصاویر رسوایی و شهوانی منتشر می‌کند، سرانجام به سرنوشت نیروهایی دچار می‌شوند که ذهن انسان را منحرف و گمراه می‌کنند.
اینها فقط چند نمونه از زمینه‌هایی هستند که فرصت‌هایی برای رهبران جدید و نوع جدید رهبری در آنها موجود است. دنیا دستخوش تغییری سریع در خود می‌شود، یعنی رسانه‌هایی که تغییر را در عادت بشر توسعه می‌دهند، باید خود را با این تغییرات وفق دهند. رسانه‌های توصیف شده در اینجا رسانه‌هایی هستند که بیشتر از بقیه روند تمدن و فرهنگ را مشخص می‌کنند. چه زمانی و چگونه برای یک موقعیت شغلی درخواست دهیم؟ اطلاعات شرح داده شده در اینجا نتیجه اصلی سالها تجربه است که به هزاران مرد و زن کمک شد تا خدماتشان را به طور مفید و مؤثری بفروشند. بنابراین می توان آن را درست و عملی دانست و به آن اعتماد کرد. رسانه‌هایی که به واسطه آنها خدمات به فروش می رسند. تجربه ثابت کرده است رسانه‌هایی که گفته می‌شود مستقیم‌ترین و مؤثرترین روش‌های ارتباط بین خریدار و فروشنده خدمات شخصی را ارائه می‌دهند. 1. اداره اشتغال. باید به انتخاب دفترها و اداره‌های معتبر توجه کرد. جاهایی که مدیریتشان می‌تواند سوابق کافی از پیشرفت دستاوردهای رضایت بخش نشان دهد. تعداد نسبتاً کمی از چنین دفاتری وجود دارد. 2. تبلیغات در روزنامه‌ها، نشریات تجاری، مجلات و رادیو. معمولاً برای یافتن نتایج رضایت بخش درباره کسانی که درخواست سمت دفتری یا حقوق بگیر معمولی می‌کنند، می‌توان به تبلیغات طبقه بندی شده متکی بود. درباره کسانی که روابط اجرایی را جستجو می‌کنند، تبلیغات نمایشی مطلوب‌تر است. در واقع همان مطلبی که در قسمتی از روزنامه چاپ می شود و برای جلب توجه طبقه کارفرمایی مناسب تر است که آن را درخواست می کند. این مطالب را باید یک کارشناس تهیه کند، کسی که می داند چطور از ویژگی های فروش کافی برای پاسخها استفاده کند. 3. نامه های درخواست شخصی. این نامه‌ها خطاب به شرکت‌ها یا افراد خاصی است که بیشترین نیاز را به خدمات ارائه شده دارند. تایپ نامه‌ها باید همیشه مرتب باشد و با دست امضا شود. همراه با نامه باید خلاصه کامل یا خلاصه از شایستگی‌های متقاضی ارسال شود. هم نامه درخواست و هم خلاصه سوابق یا شایستگی‌ها را باید یک کارشناس آماده کند. برای اطلاعاتی که باید تهیه شوند به دستورات مربوط رجوع کنید. 4. تقاضا از طریق آشنایان شخصی. در صورت امکان متقاضی باید تلاش کند از طریق بعضی از آشنایان متقابل به کارفرمایان آینده نزدیک شود. این روش دسترسی به آنها به خصوص برای کسانی مفید است که دنبال روابط اجرایی می‌گردند و مایل نیستند خودشان را بیهوده و کم ارزش نشان دهند. 5. درخواست شخصی. در برخی موقعیت‌ها شاید مؤثرتر است که متقاضی شخصاً خدماتش را به کارفرمایان آینده ارائه دهد که در این صورت باید گزارش کتبی کاملی از شایستگی‌هایش برای آن موقعیت شغلی بدهد، چون کارفرمایان آینده اغلب مایلند سوابق فرد را با دستیارانشان بررسی کنند. سپاس از همراهی شما. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.